در این میان اما پرهاشیه ترین وزیر پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و مخالفت ها با او نه در مجلس که در میان افکار عمومی و بعد از انتشار برنامه وزارتخانه احتمالیش در دولت سیزدهم شکل گرفت. در مجلس ایران گفتگوهای نمایندگان مجلس با وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی ادامه دارد. با وجود اینکه ابراهیم رئیسی گمان می کرد هم قطاران بهارستان نشینش چندان چوبلای چرخ رئیس جمهور انقلابی نخواهند گذاشت و کابینه پیشنهادی کابینه انتخابی خواهد بود اما به نظر می رسد اختلاف منافع موجب شده که تا اینجا هم برخی از چهره های پیشنهادی با انتقادهای فراوانی روبرو شوند در این میان اما پرهاشیه ترین وزیر پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و مخالفت ها با او نه در مجلس که در میان افکار عمومی و بعد از انتشار برنامه وزارتخانی احتمالیش در دولت سیزدهم شکل گرفت محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته برنامه پیشنهادی خود را در 83 صفحه و در زمینه هنرهای نمایشی، موسیقی، سینما، کتاب، مطبوعات و رنگ عمومی و غیره منتشر کرد. وزیر پیشنهادی 46 ساله به نوشته سایت دولتی ایرنا از جمله مدیران تحولگرای راهبردی سازمان صدا و و از طلاب دانش آموخته مدرسه عالی شهید متحری در ضمن دکترای علوم سیاسیش را از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گرفته و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم هست در برنامه 83 صفحه ای اسماعیلی به وضعیت موجود در عرصه های فرهنگی هنری مختلف به شدت حمله شده و نهادهای سنفی مانند خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی مهمترین مرکز تولید بحران عنوان شده است به گفته او در سینمای فعلی ایران تصویر مثبت از زن بیحیا نشان داده می شود و فیلم های ضد اسلامی و ضد انقلابی هستند در این برنامه در تعبین سیاست های کلی وزارت ارشاد تاکید شده که یکی از منابع تنظیم این سیاست ها بیانیه گام دوم انقلاب رهبر جمهوری اسلامی بوده و این در بندهای این سیاست کلی هم پیداست به عنوان مثال سه مورد اول این سیاست های کلی به ترتیب زنده داشتن اندیشه و راه امام خمینی و تبعیت از رهبر فرزانه برنامه ریزی برای بست شعور معنوی و وجدان اخلاقی جامعه و احیا و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی است در همه 24 بند هم مکررن بر دخیل کردن هرچه بیشتر اسلام در این عرصه افزایش ارتباط با حوزه های علمیه و مواردی از این دست تاکید شده است وزیر ارشاد احتمالی آینده میگوید که رویکرد کلان این وزارتخانه گفتمانسازی از هویت ایرانی اسلامی خواهد بود اما تاکید دارد این کار را از طریق نظارت حمایت و هدایت و با پرهیز از دخالت مستقیم و بیجا انجام خواهد داد در این حال به وضوح اعلام می کند که در این مسیر حمایت قطعی و همه جانبه از جبهه فرهنگی انقلاب به عمل خواهد آمد همان جریان مؤمن انقلابی مورد تاکید مقام معظم رهبری در حالی که با بر سر کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی رسانه های کمی مستقل تر در داخل ایران دیگر امید چندانی برای داشتن حداقل آزادی عمل فعلی را هم ندارند حالا وزیر ارشاد احتمالی هم بر تهدیدها و کانالیزه کردن و نظارت هرچه بیشتر بر رسانه ها می‌گذارد. میگذارد تغییر آرایش رسانه جمهوری اسلامی بر مبنای سخنان رهبر جمهوری یکی دیگر از برنامه های اعلام شده ی این وزارت است خامنه ای در مراسم تنفیز ابراهیم رئیسی گفته بود که ایران هدف سوء نیت قدرت های بزرگ است و دشمنان به دنبال مدیریت افکار عمومی در ایران هستند او تاکید کرده بود که ایران در کار تبلیغاتی و رسانه ای ضعف دارد و خواستار توجه به این موضوع شد خامنه ای در آن سخنرانی یک تاکید دیگر هم داشت و آن اینکه آدم های قافلی هم هستند که از رسانه های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می کند. حالا به نظر می رسد که وزیر پیشنهادی ارشاد همین سخنان رهبر را رسول این قرار داده و میگوید ترکیب بندی رسانه فعلی کشور باید تغییر کند و به نظر می رسد که او می خواهد طبق خواسته خامنه ای ضعف رسانه ای را برطرف کرده و در جهت پروپاکاندای نظام محتوای جذاب تولید کند تا به گفته او جمهوری اسلامی سرمایه اجتماعی از دست رفته خود را باز یابد در تحلیل وضعیت موجود فرهنگی کشور در بند پنج این سند مواردی از قبیل کاهش سرمایه اجتماعی نظام تصعیف ایمان و معنویت در مردم ترویج سکولاریسم ایجاد اختلاف بین مسئولین و مردم رواج فساد اخلاقی بالا بردن سطح انتظارات مردم و زیر سوال بردن دستاوردهای نظام از جمله خطرات اصلی دانسته شده است از سبک زندگی مفهوم مورد علاقه رهبر جمهوری اسلامی هم به کرات در این برنامه استفاده شده و در حوزه تاثیرگذاری بر فرهنگ عمومی تاکید می شود که باید سبک زندگی اسلامی ایرانی در همه جزئیات از تشکیل خانواده و ازدواج تا نوع لباس و نوع آشپزی و سفر و تفریات مردم دیده شود در سایت رهبر جمهوری اسلامی سرفصل مفصلی با اشاره به سبک زندگی و تلاش بر ترویج آنچه او آن را سبک زندگی ایرانی اسلامی میخوانده شده است بدترین روی وزیر احتمالی آینده ما در لحظه ای به پیش چشم میآید که به هنرهای تجسمی و سینما میپردازد، او وقتی درباره هنرهای تجسمی سخن میگوید تاکید دارد که این هنرها در حال حاضر رهاسازی شده و عدم نظارت جدی و مستمر بر گالری ها موجب ارزی تولیدات ضد ارزش شده است گالری و نگارخانه ها در این برنامه فضای مناسبی برای توسعه و تعمیق حیازدایی کشف هجاب و حجب ارزش ها معرفی شده و پاتاق ضد انقلاب رویدادهای فرهنگی موجود نیز از عناصر ضد انقلاب چهره سازی می کنند. وضعیت سینما هم از نگاه وزیر ارشاد احتمالی دست کمی از هنرهای تجسمی ندارد و تولید فیلم های ضد ارزش غیر انقلابی و غیر اخلاقی از ویژگی های آن است در این برنامه ادعا شده که 77 فیلم که در سال 97 با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده بود رصد و تحلیل شده و از میان آنها 59 فیلم مروج سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی و تخریب کننده انقلاب اسلامی 61 فیلم ارائه کننده تصویر مثبت از زن بیحیا 50 فیلم سیاهنما و نامید کننده، 60 فیلم مروج وادادگی و تحقیر ملی، 55 فیلم القا کننده واگرایی دینی و ملی و قانونگریزی و نمایش ناکارآمدی نهادها بودند. هرچند هنوز واکنش چندانی از سوی هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ به برنامه پیشنهادی وزیر احتمالی برنخواسته اما کاربران شبکه اجتماعی اسماعیلی را بیشتر فردی سیاسی میبینند تا فرهنگی و شاهد مدعایشان هم سوگیری های کلان خرد و کلانش در برنامه پیش روست. او در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این انتقاد گفته که دولت رئیسی هنرمندان و اهالی فرهنگ را دستمایه بازی های سیاسی و رأیآوری در انتخابات نخواهد کرد این در حالی است که در انتخابات سال 96 یکی از دلایلی که برای ریزش رأی رئیسی در جبهه انقلابیون عنوان شده بود توسل او به امیر تتلو خواننده رب محبوب میان رأی دهندگان جوان بود در مورد اجرایی بودن برنامه ها البته اسماعیلی پر بیراه نمیگوید او وضع موجود را آنچنان که توصیف کرد میبیند و از این رو برای تغییر آن بر مبنای سخنان خامنه ای و در جهت جلب رضایت او برنامه دارد برنامه هایی که همه پول امکانات و توان وزارت ارشاد را در خدمت یک دستگاه پروپاگاندای عظیم در میآورد. دستگاهی که حالا انقدر هوشیار شده که در یا بعد همان بدنی سنتی پیشینش هم در حال ریزش است و برای نگاه داشتن آن دیگر باید از نمایش تحمل تولیدات نچندان همسو هم دست برداشته و همه آنچه که هست و نیست را به خدمت بگیرند. عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی در توییترش طالبان را موقعیت شناس و دارای درایت و سرعت تصمیم گیری خواند و کشته شدگان طالبان در دوره حضور آمریکا در افغانستان را شهید خطاب کرد او اضافه کرد طالبان را دست کم نگیریم زمانی که استمرار طلبان بر سر قدرت بودند با گرفتن جهست های آزادی طلبانه و دموکراسی خواهانه چندین سال تولید انقلاب مردم ایران را به تأخیر انداختند ولی همکنون از چهره پلید خود نقاب را کنار زدند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.